یک سید بزرگواری است، از رفقای عزیز دل منه، خیلی دوستش دارم. ماهی نمیشه باش تلفن باش حرف نزنم، با موبایل فاصله داریم با هم دیگه. آقای آسد حسین هاشمی نژاد از سادات ولایت منبری قدر تهرانه، مشهدیه، ساکن تهرانه. ایشون برای من نقل کرد یه کتابیست، تو بازار یا تو اینترنت سرچ کن میاد، پیدا کن بخر، خوب کتابیست. اسم کتاب سه بانوی بهشتی، فاطمه زهرا، زینب کبرا، خانم رقیه. کی مشکل داره؟ کی گره کور تو زندگیشه؟ میخوام ببرم به در خونه رقیه، با دستا کوچولوش وا میکنه، قول میدم. بانو بزرگواره، بانو عظمت داره، مشکل امام حسن رقیه حل کرد. رقیه تو شام اعلام کرد یا علال عالم بابام چقدر مظلومه، ببینید با من چه میکنم. سه بانو بهشتی، من این مطلبی که میخوام بگم تو این کتاب خوندم، این کتاب به دست من رسید. من خیلی کتاب دارم، خیلی هم کتاب میخونم. یه موقعی که جوان بودم من 24 ساعتی 16 ساعت کتاب میخوندم، حالا دیگه پیشم میتونم 7-8 ساعت که میخونم خسته میشم. پیر شدم، پیر میشم، هرچی خدا داده پس میگیره. اینه بدون روزیه، هر روزه از یزدان گرفتن مفت نیست، میدهد روزی ولی یک روز از عمرت میبرد. آره، زنگ زدم به آقای هاشمی نژاد، تلفن زدم من رو موبایلم، گفتم آقا سلام و حال و احوال، گفتم آقا یه مطلبی تو این کتاب نقل شده است، از شما میخوام من نقل کنم رو منبر، میخوام اینم درسته؟ گفت بخون ببینم. خوندم تموم که شد گفت درسته، فقط یه تیکشان ننوشته، نقل نکرده. او قیله ایشون در تهران هم رفته یا نرفته؟ در تهران یه حسینیه مجلل بزرگی داره به نام بیت رقیه، سال 75 ساختمانش تموم شد. میفرمود ساختمانه بیت رقیه تموم شد، یه شب من خواب دیدم قم تو صحن مطهر فاطمه معصومه ام، رسیدم دم ایوون حضرت معصومه علیها سلام الله، دیدم یک آقای مجللی غرق در نور و ابهت و عظمت نشسته. جلو رفتم دم به به، مولایم امیر المؤمنینه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همینقدر که رفتم جلو، اینی که تو این کتاب نیست اینه، بنده ایشون میفرمودن بنده تو تمام داره زب میشه، ببرید من تهرانم رو ببرم، گفتم آه. تو تمام ذکرای رکوع و سجودم بعد از صلوات و عجل فرجام میگفتم ول عمن آداهم، لعنه به دشمنان علی و فاطمه تلاش میکردم. تا آقا را دیدم تو دلم خطور کرد، به دلم عبور کرد، گفتم حالا که آقا اینجاست بیرم ازش سوال کنم، بگم من کارا میکنم اشکال نداره؟ صحیحه. همینقدر که به دلم عبور دادم، آقا فرمود ما دوستانی داریم، اونقدر ما را دوست دارن، تو نمازشون لعنه به دشمنان ما میکنن، چه کار خوبی. نماز رفتم جلو، گفتم که آقا امیرالمومنین بعد از این جمله فرمودن که دست این جمله کتاب موجوده، من دارمش کن تو خونم، سه بانوی بهشتی اسم کتابه، سرچ کن تو اینترنت سایت ها میاد، و اگه پیدا کردی بخل بخون، خوب کتابیه. میگد که آقا امیرالمومنین فرمودن که دست های مرموزی در کار است که آثار امام حسین مرا، حسین مرا کمرنگ کنن. به خاطر همین من در تهران بیت رقیه ساختم. امیرالمومنین فرمود من جسارت کردم، گفتم آقا بیت رقیه را ما ساختیم، شما ساختیم، ما ساختیم. فرمود بله، اگه من نبودم و کمک نمی کردم نمی تونستید بسازید.
بیت الرقیه خدا اونده چه مرکزیه، همچه که وارد میشی معلوم نور بیداده. حالا من میخوام ببرم کنار قبر مطهر کوچولوش، کنار قبر بانوی که وقتی اووردن غسال غسلش بده گفت این بچه به چه مرضی از دنیا رفته، گفتن چطور مگه، گفت چرا همه بدن این بچه کبوده، مردم فقط ناخوناش و دندوناش، مردم میدونید نقل کردن مویای سر این بچه هم سفید شده بود.